سلسله نکاتی در بعد عبادتی خود داریم که او را از جمله زیربناهای اصلی در باب عبادت میشماریم و عبادتهای دیگر یا قبول عبادتهای دیگر را موکول به او میکنیم. به طور مثال نماز. اول یک انسان خدا هیچ عملش قبول نمیکند تا که به وحدانیت الله جل جلاله و به رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گواهی ندهد. ارگاه شهادت را داد، بعد از او باز مسئله دوم مبرکه اقامت صلات، باید نماز را برپا دارد، باید روزه را بگیرد، باید زکات را بدهد، باید حج بیت الله برود. یعنی چهار اصل دیگری بعد از شهادت مطرح است و ما میبینیم که هر انسان هر عمل خوبی بکند الله جل جلاله اعمالش قبول نمیکند تا که نماز نخوانده باشد. یعنی ما اگر یک نفر نماز صبح را نخوانده باشد با تأسف، تا به نماز پیشی هر عمل صالحی که میکند الله او را برش اجر نمیدهد، زیرا یک فریضه اصلی عبارت از نماز است. و پیغمبر علیه السلام میفرماید که اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اول آنچی که از بنده پرسان میشود نماز است. نماز وسیله در بین کفر و ایمان است. فمن اقامها فقد اقام الدین، هر کس که نماز را برپا داشت در حقیقت دین را برپا داشته. الفرق بین المسلم والکافر ترک الصلاة، فرق در بین مسلمان و کافر نماز است. فمن ترکها فقد کفر، کسی که نماز نمیخواد در حقیقت کافر است. ببینید که جایگاه نماز بی‌نهایت بلند است و در جاهای مختلفی از قرآن کریم اگر ما شما دقیق شویم، ارگاه ما به اعمال ناشایسته که موجب خشم خداوند متعال در بین جامعه می شود، او را وقتی که قرآن به ما معرفی می کند، بعد میگه که اگر می خواهیم که این آثار زشت، این صفات نیکوهیده، این اعمال بد را از خود دور بکنید، پس چی بکنید؟ اقامه بکنید نماز را. اگر می خواهیم که صفات قبیحیت که موجب خشم الله جل جلاله است از او دور شوی، پس نماز بخوان. پس میبینیم که دیگه جمعه که اگر میخوان با خدا نزدیک شوید و الله جل جلاله در وجود شما صفات بلند معنوی را جای بدهد، پس نماز بخوانید. نماز ستون دین است. الصلاة عماد الدین، الصلاة عمود الدین. این ارزش است و این الحمد ما شما جدا میفهمید. با اندازه مهم است که هر کار را پیغمبر علیه السلام از نماز شروع میکرد. هرگاه در جبهه میرفت، رفتن خود را به نماز شروع میکرد، از الله نصرت میخواست. هرگاه با دشمن روبرو میشد، پیغمبر به قضای نماز استاد میشد و از الله نصرت میخواست. هرگاه از مسافری برمیامد، اول به مسجد دور میخورد، دو رکعت نماز شکرانه میخوند. هرگاه در نماز داخل میشد، در مسجد داخل میشد، به خاطر شکرانه توفیق الهی باز تحیه مسجد میخوان که شکرانه است در حقیقت. پس در هر کاری که پیامبر علیه السلام آغاز کرده، شما یک آغاز یک امر را ببینین، او به نماز شروع میشه. حتی میگه وقتی که عروستان را به خانه آوردین، در او وقت هم اولین کاری که شما میکنین دو رکعت نماز با چادر خانمت بخوان، که در حقیقت بازم چی هست؟ شکرانه یک زندگی نو است که الله جل جلاله نصیب یک انسان میکند. کل موضوع دور میخورد سر نماز، کل موضوع دور میخورد سر نماز. اگر انسان میخواد با خدا نزدیک شود، نماز بخواند. و او کسی که موجب خشم الله هم قرار میگیرد، نبود نمازش است. خب ببینیم که این کل نماز برای چی؟ هدف از نماز چیست؟ هدف از نماز ارزش های اخلاقی است. نماز در حقیقت در وجود یک انسان، در وجود جامعه انسانی و اسلامی، در حقیقت ارزش های اخلاقی را محکم میکند. هدف از نماز قوت بخشیدن به ارزش های اخلاقی است. الله جل جلاله میفرماید که انما، پیغمبر علیه السلام میفرماید انما اتقبل الصلاه ممن تواضع، یقینا که الله جل جلاله میفرماید من قبول میکنم نماز را از کسی که
او تواضع بکند برای عظمت من. ولم یستطل علی خلقی، و بلند منشی بر مخلوقم نکند. از او انسان نماز را قبول میکنه. پس نماز از او انسان قبول میشود که او در تواضع به امر الله داشته باشد و سر مخلوق الله برتری جویی نکند. الله هم میفرماید در سوره عنکبوت آیه 45، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، یقینا نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. اینجا میگه که نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. خب پیش از چی میگد؟ اقیم الصلاة، نماز را برپا بدار. اقیم الصلاة امر میکند نماز را برپا بدار. چرا؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. پس در مجموع ببینید چرا ما نماز می‌خوانیم؟ به خاطر که ما ارزش‌های اخلاقی را حفظ بکنیم و منکرات و آنچه که خلاف اخلاق است او را ترک بکنیم. پس کل موضوع به این دور خورد که ار انسانی که نمازش او را از فحشا و منکر باز ندارد، در حقیقت بیچاره نماز خوبی نخوانده، در حقیقت در نمازش مشکل وجود دارد و این نماز را هدفمند نخوانده. پس نماز هدفمند و نماز خوب او نماز است که در وجود ما شما ارزش‌های اخلاقی را استحکام ببخشد و محکم ببخشد.